نخست سرخط خبرها. سایه سیاه کرونا بر فراز هرات. در 24 ساعت 29 نفر به فهرست مبتلایان اضافه شدند. تقاضای زیاد، امکانات کم. در دانشگاه هرات فراتر از ظرفیت آن دانشجو جذب می شود. دعوت به همکاری در روند صلح از سوی ارگ. کشورهای منطقه صادقانه وارد این روند شوند. کرونا در افغانستان بار دیگر سر بلند کرد. 43 مورد تازه در یک روز ثبت شد. و خبر دیگر این که ارتش آمریکا شواهد ارائه شده در مورد تبانی مسکو با طالبان را قانع کننده ندانست. این ادعا هنوز در سطح که مرا قانع کند به اثبات نرسیده است. البته ما همچنان برای دستیابی به اطلاعات جدید در این زمینه تلاش خواهیم کرد. خانم ها و آقایان سلام، وقت شما بخیر. به خبرهای این ساعت از تلویزیون چکات خوش آمدید. شما همچنین می توانید به گونه زنده و مستقیم همین اکنون از طریق وبسایت ما بیننده خبرها باشید. ریاست صحت عامه ولایت هرات اعلام کرده است که در جریان شبان روز گذشته مرگ یک بیمار مبتلا به کرونا تایید شده و آمار قربانیان این ویروس به 242 نفر رسیده است. محمد رفیق شیرزه سخنگوی ریاست صحت عامه ولایت هرات اعلام کرد در شبان روز گذشته 43 مورد مشکوک در لابراتوار مرکزی این ولایت آزمایش شد که از این میان 29 مورد مثبت شناسایی شده است. وی در ادامه خاطر نشان ساخت که مجموع بیماران مبتلا به ویروس کرونا در هرات به 6286 نفر افزایش یافته است. گفتنی است از میان افراد مبتلا 5724 نفر بهبودی خود را باز یافتند و وضعیت 14 نفر از بیماران نیز وخیم گزارش شده است. مسئولان دانشگاه هرات از افزایش تعداد متقاضیان برای ادامه تحصیل در این دانشگاه خبر داده و خواستار افزایش امکانات هستند. گلاب‌الدین اقبال‌واک سخنگوی دانشگاه هرات به خبرگزاری اسنا گفته است که تعداد متقاضیان ورود به دانشگاه هرات همساله در حال افزایش است. و گفته آقای اقبال‌واک به دلیل امنیت نسبی هرات در مقایسه با سایر ولایات دانشجویان بیشتری برای ورود به این دانشگاه تلاش می کنند و به همین دلیل هم باید امکانات بهتری در دسترس آنها باشد. مسئولان ورزشی در ولایت هرات از حضور کمرنگ دختران در عرصه‌های ورزشی ابراز نگرانی می‌کنند. و گفته جاوید رسولی سرپرست تربیت بدنی هرات، پسران در مقایسه با دختران حضور بیشتری در عرصه‌های ورزشی دارند و فرهنگ نادرست حاکم در جامعه سبب شده تا دختران محکوم به حضور کمرنگ در ورزش باشند. آقای رسولی در ادامه در گفتگو با خبرگزاری اسنا تاکید کرد که این اداره زمینه حضور امن این قشر در عرصه‌های ورزشی را فراهم ساخته و زنان می توانند بدون هیچ دغدغه‌ای وارد این عرصه شوند. وزارت امور داخله اعلام کرده است در 2 هفته گذشته 37 نفر به اتهام انجام جرایم جنایی از سوی پلیس هرات بازداشت شدند. در اعلامیه این وزارت آمده است این افراد به اتهام قتل، سرقت‌های مسلحانه، حمل و نگهداری جنگ افزار و قاچاق و فروش مواد مخدر بازداشت شدند. بر اساس معلومات وزارت امور داخله از نزد این افراد مقداری مواد مخدر، وسایط مسروقه و تجهیزات نظامی به دست پلیس افتاده است. همچنین گفته شده که پرونده های این افراد پس از تحقیقات ابتدایی به نهادهای مربوطه سپرده شدند. ریاست زراعت ولایت هرات اعلام کرده است که در مقایسه با سال گذشته 25% تولید برنج در این ولایت
افزایش یافته است. بشیر احمد احمدی، آمر امور خدمات زراعتی ریاست زراعت هرات تصریح کرده است که تولید برنج در هرات برای سال جاری به 65 هزار تن میرسد. آقای احمدی در ادامه یادآور شد که ولسوالی های گذره، انجیل، پشتون زرقون، اوبه و چشت ولسوالی های هستند که بیشترین تولید برنج در آنها صورت میگیرد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان کشورهای منطقه را به همکاری برای کمک به برقراری صلح در افغانستان فراخوانده است. معاون سخنگوی ریاست جمهوری در این خصوص گفته است صلح در افغانستان به معنای صلح در کشورهای منطقه است. همزمان با این زلمه خلیلزاد پیرامون مذاکرات صلح افغانستان با مقامهای پاکستانی گفتگو کرده است. همزمان با آغاز مذاکرات صلح در قطر و سفر زلمه خلیلزاد به پاکستان، ارگ ریاست جمهوری افغانستان از کشورهای منطقه خواسته تا برای برقراری صلح در افغانستان همکاری کنند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده است که تامین صلح در افغانستان به مثابه برقراری صلح در کشورهای منطقه است. حکومت افغانستان تاکید کرده است که کشورهای منطقه باید در روند صلح همکاری صادقانه داشته باشند. این گفته ها در حالی مطرح می شود که مذاکرات بین الافغانی صلح در قطر میان هیئت حکومت افغانستان و هیئت پیکارجویان طالب جریان دارد. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان به تازگی اعلام کرده است که پیش از برگزاری اولین نشست با پیکارجویان طالب نشست درونی برگزار کردند. اعضای این هیئت میگویند با آنکه تامین صلح در افغانستان پیچیده به نظر میرسد، اما یک امر ممکن است. همزمان با حضور نمایندگان حکومت و پیکارجویان طالب در محل مذاکرات در قطر، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان به پاکستان سفر کرده است. آقای خلیلزاد در سفر به اسلام آباد با مقام‌های این کشور از جمله رئیس ستاد ارتش پاکستان دیدار کرده و از تلاش‌های پاکستان برای مذاکرات صلح قدردانی کرده است. زلمه خلیلزاد در دیدار با قمر جاوید باجوا، رئیس ستاد ارتش پاکستان، بر لزوم تداوم همکاری این کشور و دیگر کشورهای منطقه برای صلح تاکید کرده است. قابل یادآوری است که مذاکرات بین الافغانی صلح میان دولت افغانستان و پیکارجویان طالب با هدف پایان جنگ و خونریزی در این کشور روز شنبه در قطر آغاز شد. گفته شده که دو طرف مذاکره کننده به پیشرفت‌های ابتدایی دست یافتند. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده است که در 24 ساعت گذشته 43 مورد مثبت ویروس کرونا در کشور شناسایی شده است. بر اساس آمار رسمی وزارت صحت عامه، تعداد مجموعی بیماران کرونا در این کشور به 38815 نفر رسیده است. از این میان 32098 نفر بهبود یافتند و 1426 نفر از این بیماران جان خود را از دست دادند. بر بنیاد آمار وزارت صحت عامه، بیشتر این موارد مثبت در ولایت‌های هرات، بلخ و کابل ثبت شده است. استیفانو پونتی کورفو، نماینده غیر نظامی ناتو در افغانستان، میگوید افزایش خشونت‌های پیکارجویان طالب در چند روز اخیر غیر قابل پذیرش است. نماینده غیر نظامی ناتو گفته است پیکارجویان طالب باید خشونت‌ها را اکنون کاهش دهند و تعهدشان را برای پایان یافتن بحران از طریق راه‌های سیاسی ابراز کنند. او همچنان تأکید کرده که نیاز است همه تحت نام جمهوریت به صورت متحدانه وارد مذاکرات بین الافغانی شوند. نماینده غیر نظامی ناتو در ادامه خاطر نشان ساخت نبود اتحاد پیکارجویان طالب را تقویت می کند. اعضای شورای ولایتی بدخشان نسبت به ناامنی‌های اخیر در این ولایت ابراز نگرانی کرده و خواهان توجه مسئولان هستند. سایر سبا عالمیار، عضو شورای ولایتی بدخشان، در مصاحبه با تلویزیون چکا تصریح کرده است که اوضاع امنیتی در این ولایت نابسامان است و جنگ در بسیاری از ولسوالی‌ها جریان دارد. والا اوضای تمام ولایت ها خراب است، باز بخصوص ولایت بدخشان که ولسوالی های دوردست داره، ولسوالی های بسیار با جغرافی های خراب داره. فعلا اوضای امنیتی در اوجا هم خوب نیست، مردم با مشکل مواجه هستند، از مترا پایین میشن، در ولسوالی ها جنگ جریان داره،
نیروهای امنیتی ما هم اوقدر وسایل و تجهیزات بالایی ندارن که دفاعی بسیار کلی بکنن، اما قدر میکنن که میروان یک آتش جنگ خاموش میکنن دوباره پس برمیگردن. اتحادیه اروپا با انتشار اعلامیه‌ای از کمک 13.7 میلیون افغانی به سیل زدگان اخیر در چندین ولایت افغانستان خبر داده است. در اعلامیه این اتحادیه آمده است که این میزان کمک از طریق جمعیت هلال احمر و برای خرید مواد غذایی و مواد ضروری به دست افراد متضرر خواهد رسید. همچنین تصریح شده است که با این میزان پول 35,000 نفر از کسانی که در ولایت‌های پروان، کاپیسا، میدانوردک، پکتیا و پنجشیر از ناحیه سیلاب آسیب دیدند مستفید خواهند شد. سیلاب ویرانگر در تاریخ 5 سنبله سال جاری در مرکز ولایت پروان و چندین ولایت همجوار جاری شد که نتیجه آن ده‌ها کشته و زخمی بوده است. نشریه آمریکایی هیل در گزارشی اعلام کرده است که پس از تهدیدات مکرر مجلس نمایندگان ایالات متحده زلمه خلیلزاد برای ادای توضیحات به این مجلس خواهد رفت. در گزارش این نشریه آمده است که آقای خلیلزاد برای حضور در مجلس اعلام آمادگی کرده و پیرامون مذاکرات صلح افغانستان توضیحات را به نمایندگان خواهد داد. پیش از این مجلس نمایندگان آمریکا تهدید کرده بود که اگر مسئولان وزارتخانه‌های دفاع و خارجه برای گزارش پیرامون روند صلح افغانستان حاضر نشوند، مقام‌های دولت آقای ترامپ احضار خواهند شد. نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد اعلام کرده است که برای اولین بار در طول تاریخ این کشور توانسته عضویت کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل را به دست بیاورد. صدیق صدیقی سخنگوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان از زبان رئیس جمهور غنی این عضویت را یک رویداد تاریخی دیگر عنوان کرده است. در این حال کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز با انتشار پیامی رأی مثبت به عضویت این کشور در انتخابات را نشان دهنده تاثیرگذاری زنان و صدای رسای آنها به ویژه در این برهه تاریخی که مذاکرات صلح جریان دارد برشمرد. کمیسیون مذکور بخشی از شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل است که در راستای برابری جنسیتی فعالیت دارد و افغانستان تا سال 2025 عضو آن خواهد بود. مقام‌های محلی در ولایت ننگرهار می‌گویند یک استاد دانشکده ادبیات دانشگاه ننگرهار از سوی افراد ناشناس ترور شده است. ضیاءالحق امرخیل والی ننگرهار از این استاد به نام آدم خان که در دانشکده ادبیات پشتو ایفای وظیفه کرده نام برده است. آقای امرخیل به گونه مشخص از فرد یا گروهی با عنوان مسئول ترور این استاد نام نبرده، اما گفته است او از سوی دشمنان علم در مقابل خانهش در ولسوالی خوگیانی ترور شده است. او تاکید کرده است که عاملان قتل این استاد شناسایی و با آنان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. بینندگان گرامی، پس از میان برنامه کوتاه با ادامه خبرها در خدمت شما خواهیم بود.
ژنرال کنت مکنزی فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا در تازه‌ترین اظهارات خود گفته است شواهدی در مورد نقش روسیه در کشتن نظامیان آمریکایی در افغانستان وجود ندارد. پیش از این وزیر امور خارجه آمریکا به روسیه هشدار داده بود در صورتی که این گزارش‌ها واقعیت داشته باشد مسکو بهای سنگینی خواهد پرداخت. پس از گذشت نزدیک به 2 ماه از ادعاهای روزنامه نیویورک تایمز مبنی بر پرداخت پاداش روسیه به پیکار جان طالب جهت کشتن نظامیان آمریکایی در افغانستان، ارتش آمریکا اعلام کرده که هیچ گونه شواهدی برای تایید این مسئله وجود ندارد. ژنرال کنت مکنزی فرمانده ستاد مرکزی آمریکا گفته است شواهد ارائه شده در این مورد از نظر وی برای اثبات چنین ادعایی کفایت نمی کند. ژنرال مکنزی در حاشیه سخنرانیش درباره ادعاهای مطرح شده مبنی بر تبانی روسیه با پیکار جان طالب گفت این ادعاها هنوز در سطح که مرا قانع کند به اثبات نرسیده است. البته ما همچنان برای دستیابی به اطلاعات جدید در این زمینه تلاش خواهیم کرد. ما همچنان به دنبال یافتن شواهد تازه برای اثبات موضوع هستیم. اما من تا کنون چنین شواهدی ندیدم. البته باید بگویم که این پرونده بسته نشده است. این ژنرال آمریکایی تصریح کرد که ایالات متحده به دنبال جستجوی شواهد در مورد این ادعا است. اواخر ماه ژوئن نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از مقامات اطلاعاتی آمریکا مدعی شد که مسکو به افراد وابسته به پیکار جان طالب برای کشتن نیروهای آمریکایی در افغانستان پاداش می‌داد. پس از آن مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا هشدار داد اگر این گزارش‌ها تایید شود مسکو هزینه بسیار سنگینی خواهد پرداخت. هرچند گفته شده است که کاخ سفید فهرستی از واکنش‌ها را در برابر اقدام روسیه آماده کرده، اما تاکنون در این خصوص به صورت عملی اقدامی نکرده است. مسکو هم در واکنشی به این گزارش اعلام کرده که از این برنامه اطلاع نداشته و آن را شدیداً رد کرده است. به همین ترتیب پیکار جان طالب نیز هر نوع رابطه با سازمان‌های استخباراتی را رد کرده و ادعای ارتباط پیکار جان طالب با سازمان‌های استخباراتی را تلاشی برای بدنامسازی این گروه خواندند. در پایان مرور دوباره بر سرخط خبرها. سایه سیاه کرونا بر فراز هرات، در 24 ساعت 29 نفر به فهرست مبتلایان اضافه شدند. تقاضای زیاد، امکانات کم، در دانشگاه هرات فراتر از ظرفیت آن دانشجو جذب می شود. دعوت به همکاری در روند صلح از سوی ارگ، کشورهای منطقه صادقانه وارد این روند شوند. کرونا در افغانستان بار دیگر سر بلند کرد، 43 مورد تازه در یک روز ثبت شد. و خبر دیگر این که ارتش آمریکا شواهد ارائه شده در مورد تبانی مسکو با طالبان را قانع کننده ندانست. این ادعاها هنوز در سطح که مرا قانع کند به اثبات نرسیده است. البته ما همچنان برای دستیابی به اطلاعات جدید در این زمینه تلاش خواهیم کرد. بینندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت که تقدیم حضورتان شد. شما می توانید 7 روز هفته و 24 ساعت شبان روز مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و به خصوص مهمترین خبرهای حوزه جنوب غرب کشور را از طریق وبسایت تلویزیون چکاد دنبال کنید. در هر جای جهان که زندگی می کنید، بدون محدودیت زمانی و مکانی می توانید با مراجعه به وبسایت تلویزیون چکاد بیننده برنامه های ما باشید. سپاسگزارم از این که بیننده خبرها از چکاد بودید. وقتتان خوش. خداوند نگهدارتان.